چی شده؟ حرفام برات گرون تموم شد نه؟ آره برو گم شو از اینجا، برو بیرون. احمق. قبلنم همین جوری به هم خندیده بودن، بازم مسخرم کردن. خیلی به هم برخورد مامان. رویا همینه، وگرنه حقیقت همیشه تلخه نه؟ تو وقتی داشتی میخندیدی و خوش میگذروندی حقیقتم فراموش کردی، فکر کردی اسم تو در کناره اسم اون پسره چجوری به نظر میاد، ولی حقیقت داری. تو اگه بخوای میتونی همین الان تلافی کنی، میتونی به پسره بگی کی هستی و بعدش هم دستشو بگیری ببری پیش جانسو، ولی تو جرأت این کارو نداری مگه نه؟ بخوایم نمیتونی. چیه هانده؟ میخواستم راجع به تولد کره باهات حرف بزنم. دو روز دیگه تولدشه. میدونم که نمیتونی منو ببخشی، ولی بیا کاری که همیشه میکردیم و بکنیم. بیا ستایی خوش بگذرونیم. ها ستایی؟ لطفاً امیر. آره میدونم ناراحت شدی، اذیت شدی، ولی فکر نمی کنی دیگه وقتش تمومش کنی؟ امیر میخوام که فقط یه روز با هم باشیم. فقط یه روز مثل روزای قبل باشیم. اصلا خودت اینو باور داری؟ مسخال دیوردون وگرنه حقیقت همیشه تلخه مگه نه؟ تو وقتی داشتی میخندیدی و خوش میگذروندی حقیقتم فراموش کردی، فکر میکنی اسم تو در کناره اسم اون پسره چجوری به نظر میاد؟ فریها ها داشتم دنبالت میگشتم، اگه کلاس نداری بریم تو حیاط. بریم. من توی شرکت به عنوان خدمتکار ثبت نام کردم چون یه روز در هفته بیکار بودم. خیلی خوب شد برام. چه جوری یعنی؟ آخه قبلا ما همدیگر رو معرفی میکردیم و اینطوری کار پیدا میکردیم، اینم اینجوریه گلفیدان؟ نه نه اینجوری نیست. اول میری اونجا فرم پر میکنی که چه کارایی میکنی، بعدش از طرف شرکت به زنگ میزنن میفرستنت خونه های مردم. هرچند مقداری از پولتو میگیرن، ولی به هر حال اینجوری هفت روز هفته رو کار داری. تازه قانونم داره، مثلا بعضی جاها که میری نمیذارن خودت غذا درست کنی یا لباسا رو اتو کنی. آره. آها این که خیلی خوبه. آره. بذار منم راجبش فکر کنم. آره فکر کنم. نمیدونستم همچین جاهایی هم وجود داره.
گلفیدان بخور دیگه، هیچی نخوردی. ممنون. نوشه جون ببخشید که وقت نشد چیزی درست کنم. بی خیال، همین بیسکویت هم خوبه. نوشه جونت. فریها چه خبر؟ تو چه خبر؟ سلامتی امیر، برای آخرین بار میپرسم بابا میای یا نه؟ نه نمیام. باشه، هر جور راحتی. چی شده؟ راجب تولد کورایی بود. از بچگی تا حالا همیشه ستایی جشن میگرفتیم، دیگه عادتمون شده بود، ولی الان دیگه بزرگ شدیم. خب هانده چی میخواست؟ هانده میخواد دوباره مثل قبل باشیم. میخواد کورایی رو سورپرایز کنم. میخواد که من، یعنی ما هم اونجا باشیم. تو چی فکر میکنی؟ فکر میکنم دیگه نمیتونیم مثل قبل باشیم. میدونی هیچ وقت نمیتونم به خاطر کاری که در حق تو کرد ببخشمش. دیگه همه چی تموم شده. نشد که بیام مراسم نامزدی. گفتم حداقل بیام بهت تبریک بگم، ولی میبینم که دیگه نامزدی در کار نیست. همینطوره، قسمت دیگه. آره خب قسمته، ولی دختر برای تو کم نیست. ببین اگه نامزدی به هم بخوره، این خانواده دختره که این وسط آسیب میبینه. به هر حال تو چقدر آدم خونسردی هستی. اهل مشروبم که نیستی، وگرنه میگفتم بیا بریم با هم مشروب بخوریم. نه اهلش نیستم، من حالم خوبه. باشه، هر وقت جلوی ضرر رو بگیری منفعته. تو هم که اول راهی، خدا بهت رحم کرده. راستی زن داداش سایمه که خوبن. خوبه خوبه، اتفاقا سلام رسوند. خب دیگه من باید برگردم مغازه. پسر ناراحت نباش، همه چی حل میشه. باشه؟ ممنون. به حرفاش توجه نکن، اون در کل آدم وراجی. واسه همین بهت گفتم بهتر از اینجا برم. بیخیال محمد، میخوام ازت یه چیزی بپرسم. تو خونه شما به غیر از عمو رضا دیگه کی با این وصلت موافق بود؟ ما تو خونه راجبش حرف نمیزنیم. از منم نپرس چون نمیدونم. تازه دیگه کسی نمیمونه به غیر از مادر و خواهرم. باش، فهمیدم. به مشتری برس. بفرمایید. پسرم یه بسته سوزن میخواست. بفرمایید تا بهتون نشون بدم. پاشو بریم دیگه. نه تو برو، من هنوز 10 دقیقه دیگه وقت دارم. باشه بعدم میبینمت. میبینمت. تولد کورای چه برنامه ریخته بودی؟ دیگه چه اهمیتی داره؟ من فقط میخواستم ستاییمون مثل قبل با هم باشیم. مهم نبود که کجا باشیم و چی کار کنیم. هم دوست بودن باهات سخته، هم دشمن بودن. من ممکنه دوستامو از دست بدم، ولی دشمنمو هیچ وقت. میدونی از وقتی
خودم رو شناختم تو زندگیم دو نفر بودن، یکیش امیره، اون یکی هم کره‌ای. هر دوشونم خوب میشناسم. امیر منو نمیبخشه، ولی میدونم که دلش نمیخواد کره‌ای روز تولدش تنها بذاره. چون امیر تصادف کرده بود برگشتی پیشش، الانم داری سعی میکنی با هانده دوست بشی. من با هانده کاری ندارم. چرا اینطوری رفتار میکنی؟ خودم شنیدم که میگفتین میخواین تولد کره‌ای جشن بگیرین، چهارتایی. خیلی مسخره است. تنها مشکل تو کره‌ایه؟ تصمیم تو بگیر، ببین بالاخره ازش متنفری یا دوستش داری. اینجوری خودتو عذاب میدی قنچه. من حداقل میدونم که دارم نابود میشم. خب که چی؟ میخوایی همه رو مثل خودت بیچاره کنی؟ خیلی خوب باشه، من که چیزی نگفتم. باشه، ببین تو میخوایی یه چیزی بگی، هر چیزی که میخوایی بگی و همین الان بگو. روکو پوزکنده فریها، من حرفی برای گفتن ندارم. باشه، بهتره که من برم. من بیچارم، میترسم تو رو مبتلا کنم. داداش ببین با خودت چی کار کردی؟ پاشو پاشو بریم دکتر، زود باش. محمد من دارم میرم، تو خودت مغازه رو تعطیل کن. پاک دیوونه شده. یعنی میای دیگه؟ آره میای، ولی فقط چون فریحا خواست. برنامه ریزی رو من انجام میدم. باشه، کره‌ای داره میاد. چی شده؟ مزاحم بحثتون شدم؟ نه، چه مزاحمتی؟ چیز مهمی نبود. خب نمیخوای منو برسونی خونه؟ خیلی خوب باشه، من دارم ماشینو بیارم. تو هم بیا دم در. خدافظ، بعدا میبینمت. میبینمت. زیادی بزرگش نکردی؟ تو اینطور فکر میکنی؟ خیلی ممنون. خدمتکار جدیده؟ مامانم این دختره رو آورده که 24 ساعته اینجا باشه. بهتره برگردیم سر موضوع خودمون. تو باورت میشه؟ تو چشام نگاه کرد و گفت امیر منو بوسید. چرا باورم نشه؟ دیگه چی؟ یعنی امیر صراف اوغلو با دختر یه سرایدار دوسته؟ تو هم یه چیزی میگی یا؟ اون از خودش داستان در میاره تو عصبانیم کنه، تو هم برای ناراحت کردنم میگی چرا نشه؟ چرا باید تو رو ناراحت کنم؟ وقتی حتی باور نمی کنی پس برای چی اینقدر عصبانی میشی؟ خب اون میدونه امیر برای من چقدر با ارزشه، ولی بازم مسخرم میکنه. تو بگو چطور میتونم آروم باشم و عصبانی نباشم؟ اوف جانسو، از این موضوع خسته شدم دیگه. خیلی خوب، حق با توه، حتما فریحا داره دروغ میگه. امیر اونو میخواد چیکار؟ خوب شد؟ خیلی راحت شد؟ خیلی خوب، من دیگه دارم میرم، باید درس بخونم. خوبه، حداقل اینجوری دیگه به امیر و فریحا فکر نمی کنی. لارا، امیر و فریحایی وجود نداره.
یه لحظه بیا کارت دارم. چیه؟ دیگه نمیخوام اطراف فریاد خانوم ببینمت. یه بار دیگه بگو. فارسی نمیفهمی؟ میخوای به انگلیسی بگم تا متوجه بشی؟ برو پی کارت ببینم. چی شد؟ وقتی دوستات نیستن همه قد میتونی نمایش اجرا کنی؟ بیا از اینجا بریم تا نمایشو بهت نشون بدم. راه بیافت. تو کی هستی؟ چی میخوای؟ من کیم؟ من؟ من؟ تو چی؟ من قاتل تو میشم، فهمیدی؟ از فریاد دور باش. قاتلش رو ببینم. امیر چی کار کردی؟ امیر داری چی کار میکنی؟ فریها بیا بریم. خلیل حالت خوبه؟ فریها گفتم بیا بریم. فریها اون کیه؟ فکر کرده کیه؟ با چه جرأتی اونطوری حرف میزنه؟ کی بهش گفته اینطوری حرف بزنه؟ امیر منو تو بد مخمصه ای انداختی. تو چطور همچین کاری کردی؟ برای چی اونو اونطوری زدی؟ اون مردی که بهم گفت ازت دور باشم، دارم دیوونه میشم. فریها رانندت میاد مزاحم میشه، اون وقت من مقصر میشم؟ داشتی کتکش میزدی. خب چی کار میکردم؟ هرچی میگفت گوش میکردم؟ نه ولی میتونستی نزنیش. ولی تو قول داده بودی همیشه همین کارو میکنی. فیاض من به تو اعتماد کردم و عمم رو فرستادم، حالا چطوری تنها بمونم؟ فقط یه شبه، به خاطر کار، به خاطر پول. یه روزه میرم و بر میگردم. تازه کلی برات چیزای قشنگ میارم، تو که میدونی. خیلی اگه تو نمیومدی من به اون آدم یه درس درست حسابی میدادم، حسابشو میرسیدم. ولی تو به اون آدم رفتی. فریاد تو چطور به اون آدم میدی؟ تو اصلا با چه اجازه ای اومدی؟ به من گفت تو کی هستی؟ گفت تو کی هستی؟ وقتی نتونستم بگم من نامزد فریام، دیگه چی میتونم بگم؟ خلیل اینطوری نمیشه. خواهش میکنم دست از سرم بردار. ولی اون برات مزاحمت ایجاد میکرد، من چطور میتونم کاری نکنم؟ تو رو خدا بفهم هیچ کسی غیر از تو برای من مزاحمت ایجاد نمیکنه خلیل. چرا ما اینجوری شدیم؟ خلیل هیچ وقت مایی وجود نداشت. وای خدا، تو رو خدا دیگه مزاحم من نشو. چرا به هم گفتی بیام اینجا؟ چی میخوای؟ چی میدونی؟ چرا مستقیم ازم نمیپرسی؟ تو داری ادعا میکنی که بین امیر و هانده یه چیزی هست. پس باورت نمیشه. ولی حقیقت داره. کشش نده، بگو. چرا اینجوری رفتار میکنی؟ نمیگم. قانچه، خواهش میکنم.
همه چیو بگو. کورای من اونا رو دیدم. هانده پیراهن امیر رو پوشیده بود. امیرم تازه از حموم اومده بود بیرون. باور کن کورای. خواستم این موضوع رو مستقیم به تو و فریحا بگم ولی نتونستم. نمیدونم هانده این دفعه چه نقشه‌ای تو سرش داره، ولی من برای اینکه دوباره به نفع اون کاری نکنم هیچی نگفتم. میدونی من نمیتونم ببینم اونا تو رو احمق فرض میکنن. هانده انکار نمی کنه که با امیر بوده چون بس کن. خیلی خوب باشه باشه قنچه، بس کن. خودم بقیهش از هانده می پرسم. باز نمیتونه اینطوری ادامه پیدا کنه. با حواس پرتی تو به هیچ جایی نمیرسی. انقدر در مورد امیر و فریحا حرف زدی که کم کم داره حالم به هم میخوره. این موضوع ربطی به امیر نداره. به اون فریحای بدبختی اصلا ربطی نداره. ولی همون دختر داره تو دانشگاهی درس میخونه که تو از جلوش هم نمیتونی رد شی. عزیزم، میخوای پشت سرم آب بریزی؟ معلومه که میریزم. ایشالا که زود بری و زود برگردی. آها سایمه، اومدم گفتم از همینجا را بیفتی. خوش اومدین سایمه خانم. خیر باشه، کجا میری؟ زن و شوهر میخواییم یه سر بریم شهرمون. شهرتون؟ خوش بگذره. خب بریم دیگه، باید زود را بیافتیم. سهر خانم روز بخیر. به سلامت آقا فیاض. ایشالا هرچه زودتر برگردی. آه وای، چی کار کردی؟ این دختره چقدر دست و پاچو لفتیه. وای ببین تمام سر و وزتا به گرد کشی. بیا بریم سایمه، بیا خشک میشه، بیا بریم. چی کار کرد؟ وای خدایا. سحر تو خوبی؟ خوبم، چیزی نیست. یعنی چی چیزی نیست؟ داری گریه میکنی؟ گریه نمی کنم. بگیر یه آهنگ غمگین گوش دادم دلم گرفت. من هر از گاهی اینجوری میشم، چیزی نیست. چرا اینجوری میشی؟ یاد گذشته ها میافتی؟ من گذشته ای ندارم. همینجوری آهنگای غمگین که میشنوم دلم میگیره. به چی میخندی؟ الان به هم زرزرو هم میگی. خوشم اومد، واسه همین خندیدم. محمد، غروب مغازه تو چه ساعتی تعطیل میکنی؟ ارائه شده توسط رسانه اینترنتی مووی باز. بله کارای، فردا ساعت 11 فرودگاه باش. چرا؟ داستان چیه؟ چیزی نپرس، دیرم نکن.
خب دیگه خدافظ. محمده کلیداشو یادش رفته ببره. دخترم درو باز کن. سلام زهرا خانوم. فریحا تو به مادرت کمک کن. خلیل بیا تو. خدا بد نده صورتت چی شده؟ مهم نیست، یه زخم کوچیکه. محمد خونه نیست؟ نه بیرون رفته. کارش داری؟ من دارم برای یه هفته میرم شهرستان. جدی؟ خیر باشه. میرم پیش خواهرم. دلم برای خواهرزاده هام تنگ شده. میخواستم اینو بدم به محمد، لیست چیزایی که باید از انبار تحویل بگیره و تحویل بده. باشه بهش میدم، تو نگران نباش. خیلی ممنون. شب بخیر. شب بخیر. به سلامت پسرم. چی کار داشت؟ خلیل میخواد بره شهرستان، گفت اینو به محمد بدم. رفته شهرشون. آخه اونجا هوا گرمتره، برای روماتیسمش هم خوبه. آها چه خوب. خونمون خیلی هم سرده، مثل آپارتمان که نیست. وا چرا اینجوری مثل مجسمه خشکت زده؟ بیا تو دیگه. نه ترس بابا، نمیخورمت. بیا اون نوشیدنی ها رو باز کن. سلام. خوش اومدی. ممنون. این چیه؟ خودت ببین. سلام بابا. سلام دخترم. جانسوی نتیجه اصلا خوب نیست. سنم خانم هیچ فرصتی رو از دست نمیدی نه؟ بلافاصله باید به بابام نشون بدی که موفق نیستم، وگرنه دل طاقت نمیاره. جانسو من حتی نمیخوام جواب تو بدم. فکر میکنم این حق منه که بدونم درس ها چطور پیش میره، مگه نه؟ ولی بابا فکر کنم باید بدونی که سنم خانمم چه حرفایی زده. جدی؟ من چی گفتم؟ زیاد موضوع رو بزرگ نکن. چی شد؟ حرف بزن دیگه. حرفایی که به من زدی و الانم بزن دیگه. چیه؟ جلوی بابام نمیتونی به من بد و بیرا بگی ها؟ مزخرف میگه. اونشو من تصمیم میگیرم. تعریف کن. گفت که از جلوی دانشگاهی که دختر سرایدار توش درس میخونم نمیتونی رد بشی. با اینجور درس خوندن به هیچ جایی نمیرسی. خب بگو دیگه، من اینجام. بگو. سنم تو واقعا این حرف رو زدی؟ من فقط میخواستم کاری کنم که تشویق بشه به درس خوندن. اینجوری میخوای تشویقش کنی؟ با تأخیر کردنش؟ ببین هالدون، من واقعا خیلی خسته شدم. منم خسته شدم سنم، از این طرز صحبت کردن و برخوردت خسته شدم. باشه.
کجا میری؟ فکر کنم بهتره یه مدت از هم دور باشیم. برو تو اتاقت جانسو. جانسو 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 عزیزم چی شد؟ گرم عادت ندارم. خب چرا نمیخوری؟ به سلامتی. دیر وقته، بهتره من برم. محمد بمون، من از تنهایی خیلی میترسم. هیچیم نپرس. نمیپرسم. من میخوای با هم نوشیدنی بخوریم؟
یالا بردار دیگه. مشترک مورد نظر در دست دست نمی باشد. جانسو حالش بد شد، ما الان بیمارستانیم. خیلی دلم میخواد با یکی صحبت کنم. این که چرا با تو اونشو نمیدونم، حتی نمیدونم از کجا شروع کنم. اگه سعی کنم میتونم، ولی خودتو اذیت نکن. چشماتو ببن. حالا نفس عمیق بکش. آقا محمد، دفعه بعد که شب نمیخوای بیای بی زحمت یه زنگ بزن. مامان پیش دوستم بودم، اومدم دیگه، ولی یکم دیر شد. دوستت؟ آره. باشه، ولی باید یه خبر که میدادی. محمد، دیشب خلیل اومده بود، اینو داد که بدم به تو، مثل اینکه یه سری حساب کتاب توشه. خودش رفت شهرستان. مش بی اون گون قدر. باشه، من رفتم دیگه. به سلامت، خداحافظ. الو؟ بله، خودم هم. یه لحظه بذارین من یادداشت کنم. اجازه بدین من تو دفترچم یادداشت کنم. واقعا معذرت میخوام که معطلتون میکنم. یه دقیقه. کدوم خیابون؟ روبروش. باشه، خیلی خوب. باشه، ممنون. خدافظتون. رضا، از شرکت زنگ زدن به هم، من فردا میرم برای نظافت یه خونه. زهرا، بگیر بشین. بشین. این شرکت یهو از کجا پیدا شد؟
رضا فکر این کارو گلفیدان انداخت تو سرم. این شرکت ما رو میفرسته خونه های مردم و اینجوری کار کردن خیلی راحت تره. گلفیدان که اینطوری میگفت. اون وقت باید بری خونه هایی که نمیدونی کجاست و نمیشناسیشون؟ باز تو درد سر نیافتی؟ نه نه خدا نکنه نمیافتیم، چون اونا همیشه با یه سری آدم های خاص کار میکنن. منم میخوام یه امتحانی بکنم. یه روز در هفته خالیه، اونم میخوای پر کنی؟ نه رضا، فقط یه روزم خالی نیست. ببین تولین خانم یه خدمتکار آورده که شبانه روز اونجاست. اون ویلایی هم که میرفتم داره یه خدمتکار جدید میاره. یعنی دیگه سه روز در هفته بیکارم. تازه تعطیلاتم نزدیکه، مردم میرن مسافرت، اون وقت دیگه حسابی بیکار میشم. آه زهرا، بذار به وضعیت این مغازه یه سر و سامون بدم. همه وقتت خالی میشه، نمیذارم کار کنی. ایشالله رضا، ایشالله انشالله. خب دیگه من میرم. باشه باشه. خداحافظ زهرا. به سلامت. خداحافظ. خداحافظ. فریحا کلاس نداری؟ نه کلاس ندارم ولی پروژه دارم. فکر کنم تو یادت رفته باشه ولی من دارم انجام میدم. باشه، الان تو تعطیلاتی. یعنی باید سوار شم؟ آقا امیر مثل همیشه سر رام سبز میشه، به خودش زحمت نمیده حرف بزنه، در رو باز میکنه و با یه نگاه به دستور میده. من نمیخوام باهات دعوا کنم. پس سوار شو. نمیخوام حرف بزنم. منم دلم نمیخواد راجع به اون راننده یا خلو چلت صحبت کنم، پس سوار شو. کجا میری؟ تولد کرایی. سحر چطوری؟ بگو بپرس پشیمونم یا نه، یه وقت تو دلت نمونه. یه دلیل برای گریه داشتم، حالا دوتا دلیل دارم. برای چی این حرفو میزنی سحر؟ شب از پیشم فرار کردی و رفتی. خب محمد، من صبح بیدار شدم، چی شد؟ ها؟ الان چی شد که من تنها بیدار شدم؟ این چه حرفیه؟ من به خاطر تو پا شدم رفتم، برای اینکه مردم برات حرف در نیارن. ولی به نظرم اینطوری نیومد. محمد، قبل از تو فقط یه نفر تو زندگیم بود. من هنوز اون موضوع رو فراموش نکردم. بعد تو اومدی نمک رو زخمم پاشیدی. گذشته رو نیار وسط، ناراحت میشم. ببین، این اولین باری بود که یه همچین اتفاقی برام میافتاد. ولی من عادت دارم. نه، داری میگی که اولین نفر نیستم؟ آره من عادت دارم. وای سحر. باشه محمد، بیشتر از این منو شرمنده نکن. من خودم به اندازه کافی به خاطر دیشب ناراحت هستم. سلام خانم، بفرم. سلام، روز بخیر. میخواستم مدل رو تختیای دو نفرتون رو ببینم. البته، بفرمایید. کجا داریم میریم؟ چند دقیقه صبر کن. فریحا چرا خواستی بری؟ چون در واقع تو میخواستی بری.
به خاطر من قدمی که نمیتونستی برداری و برداشتی. دیگه من و توی در کار نیست، الان ماییم. امیر اینجا چی کار میکنی؟ سورپرایز. من فکر میکردم کورایی رو قراره سورپرایز کنی. فکر کنم اونم سورپرایز شده. خوش اومدیم. آی خیلی ممنون. شما کارتون رو شروع کنی، فقط بدون سر و صدا کار کنی. ما اینجا از جاروبرقی استفاده نمی کنیم چون تو خونه مریض داریم. اگه خواستین طبقه بالا بریم لطفاً قبلش به من بگین. باشه حتما. تولدت مبارک داداش. بازم تبریک میگم. من فقط برای اینکه تولدتو تبریک بگم اومدم بهتون خوش بگذره. ایوا مگه تو نمیای؟ نه نمیام. خدافظ. امیر داری چی کار میکنی؟ فکر کنم امیر داره میدوزدتت. میرفت دیگه، اگه من جای اون بودم نمی آوردمش. امیر چرا این کارو کردی؟ به مامانم چی بگم؟ فریحا فقط یه شب میمونیم، یه دروغی بگو دیگه چی میشه؟ فقط یه دروغ بگو. نمیخواستم بدون تو برم، بعدش هم میدونستم که قبول نمی کنی. خیلی خب باشه از دستم عصبانی شو، ولی بذارش برای بعد. مامانم چی؟ فریحا ارزشش رو نداره؟ آقا اونال، ببینید من نگرانی شما رو درک میکنم، اما اجازه ندارم به شما اطلاعاتی بدم. ببینیم روح آیسون هم از این موضوع خبردار نمیشه، بین خودمون میمونه. بدون اجازه آیسون خانم من نمیتونم این کارو بکنم. پس من چی کار کنم ها؟ از آیسون که نمیشه چیزی پرسید، شما هم که هیچی نمیگین. خب پس من چی کار کنم؟ باید یکی رو استخدام کنم تا یواشکی از تو کامپیوترتون اطلاعات بدزده. ببینین شما باید به هم بگین چی شده و قراره چی بشه. تازه شما که درمانو شروع نکردین. ببینین اینجا بهترین بیمارستان کشور و ما هر کاری از دستمون بر بیاد انجام میدیم، ولی آیسون خانم باید خیلی زود تصمیم بگیرن و برای اینکه تصمیم درستی بگیرن باید از لحاظ روحی تو شرایط مناسبی باشه. خیلی خوب من از لحاظ روحی کمکش میکنم، ولی چه جوری؟
آقای دکتر، از مؤسسه فقط یار زوبکن برای عیادت بچه های سرطانی اومدن و اجازه شما لازمه. باشه، من الان میام. آقا اونال، برای آیسون خانم بهترین چیز روحیه و انگیزه است. یه لحظه شما دارین منو ول میکنین میرین پیش اون بچه‌ها که آرزو کنن؟ مؤسسه فقط یارزو بکن برای بچه‌های مریضیه که زندگیشون در خطره و روحیه‌شون ضعیف میشه و ما با برآورده کردن آرزوهاشون روحیه‌شون رو تقویت میکنیم. روز بخیر. روز بخیر. روحیه برای بچه‌ها. آقای دکتر. ای بابا، این آدم کجا غیبش زد؟ حالا صداش کنم یا نه؟ اسمشم نمیدونم. وای خدا، حالا من چی کار کنم؟ من اومدم اینجا، میخوام اینجا رو تمیز کنم. شما دارین چی کار میکنی؟ من داشتم دنبال شما میگشتم، این درم که قفله. شما اون اتاق تمیز نمی کنی دیگه، هم به هیچ وجه به اون اتاق نزدیک نشین، مریض داریم. آی خدا بد نده، ایشالله هرچه زودتر خوب بشه. با من بیاین. باشه. این اتاقا رو تمیز کنی. پس من از این اتاق شروع میکنم، اول اینجا رو تمیز میکنم. اونال چی شده؟ آیسون، امیر کجاست؟ امیر؟ فکر کنم دانشگاه باشه. یعنی چی که فکر کنم دانشگاه باشه؟ پشت تلفن گفتی تو بیمارستان بهت احتیاج داریم. آره داریم، با من بیا. کجا داریم میریم؟ دلم میخواد با یکی آشنا بشی، بیا. سلام، بیا تو، میخوام تو رو با شبال خانم آشنا کنم. دنیا بره همیشه به من میگفت پرنسس بابا، ولی مگه دختری مثل منم پرنسس میشه؟ چرا نشه؟ آخه پرنسس ماشون خیلی بلند و طلایه، ولی ببین موهای من همش ریخته، مگه میشه پرنسسی کچل باشه؟ چرا نباشه عزیزم، معلومه که میشه. تازه تو هم بالاخره موهات بلند میشه. ببین موهای تو بلند و طلایی مثل موی پرنسسا. میدونی آرزومه یه اتاق مثل پرنسسا داشته باشم، یه اتاق بزرگ. باشه باشه. مگه قرار نبود امروز بری شهرستان؟
شب با اتوبوس میرم. محمد، میخواستم یه چیزی بهت بگم. بیا مثل دوتا مرد بشینیم و صحبت کنیم. میخوای یه زنگ به مامانت بزنی؟ باشه، اول بذار ببینم چی میتونم بهشون بگم، بعد زنگ میزنم. خلیل، چی میخوای بگی؟ زودتر بگو دیگه، به خدا خسته شدم. محمد، حواست به فریه ها باشه. یعنی چی؟ فریه ها داره اشتباه میکنه. تو چی داری میگی؟ فریه ها با یه پسر تو دانشگاه دوست شده. یعنی چی که شب نمیام؟ منو مسخره کردی؟ واقعا معذرت میخوام، به خدا وقتی اومدم همه چی رو برات توضیح میدم. همین الان بیا خونه. آخه نمیتونم بیام. یعنی چی که نمیتونم بیام؟ اصلا معلوم هست چی داری میگی؟ زود بیا خونه ببینم. مامان، من تو استانبول نیستم. چی؟ یعنی چی؟ یعنی چی که تو استانبول نیستم؟ دختر بگو ببینم این یعنی چی؟ وای فریها، من به تو چی بگم؟ واقعا موندم بهت چی بگم؟ مامان، وقتی اومدم همه چی رو بهت میگم. خدافظ فریها. الو الو الو، ای خدا. الو زهرا، داری با کی حرف میزنی؟ کنم بعد جوری عصبانی شد. نه آخه، بدون اجازه اومدم، واسه همین عصبانی شد. واقعا خیلی تعجب کردم، داری کم کم پیشرفت میکنی. یعنی دختره امشب قرار نیست بیاد خونه؟ آره آره، آخه رومیسا خانم نمیتونه تنها خونه بمونه، برای همین فریها رو فرستادم پیشش. خب رضا اون موقعی که شما رفته بودین روستا، اون اومده بود اینجا پیش ما. زن بیچاره فشارش بالاست. زهرا، آخه این چه کاریه که کردی؟ دخترتو تنها فرستادی خونه مردم، حداقل خودت هم باهاش میرفتی. من چه جوری برم؟ من فردا صبح اول وقت باید برم سر کار. تازه رضا، اونا چقدر در حقمون خوبی کردن. صبح اول وقت میریم دختره رو میاریم. خیلی خوب، باشه باشه.
هواپیمای شخصی بیا آخرشم اینجا آشپزی کن. من که آشپزی بلد نیستم، ولی تو خیلی خوب بلدی. من آشپزی رو دوست دارم. امیر میگفت جای شیکیه، فکر کردم منظورش هتله. اینجا دیگه کجاست؟ یه کلبه. من که خیلی خوشم اومد. یعنی قراره من دستباخت تو رو بخورم؟ زهرا دست درد نکنه، غذا خیلی خوشمزه بود. نوشه جان، اگه یه چایی هم دم کنی عالی میشه. الان دم میکنم. فریحا. محمد پسرم چی شده؟ فریحا کجاست؟ خیلی ممنون، خیلی خوشمزه شده بود. نوشه جان. هوا تاریک نشده مست کرده، هنوز کیکشم نبریدیم. کارهای داری زیاد روی میکنی یا؟ این تموم شد، من برم یکی دیگه بیارم. وقتی برگردیم استانبول تولدش یادش نمیاد. من میرم پیشش که یه وقت زمین نخوره. همیشه اینجا بمونیم و اصلاً بر نگردیم استانبول، خیلی آرامش بخشه. فرقی نمی کنه که کجا باشیم، وقتی تو اینطوری نگاه می کنی زندگی همینجاست، تو چشمای تو. دوست دارم فریاد. منم همینطور. کافیه دیگه، اینقدر نخور. بین تو و امیر چی بوده؟
من میرم دستشویی. جواب بده، بگو هیچی بینتون نبوده. هنده بین تو با امیر چی بوده؟ هنده بگو نبوده، یه چیزی بگو. نمیخوام راجبش حرف بزنم. برای آخرین بار ازت میپرسم، بین تو و امیر چی بوده؟ ادامه سریال در وبسایت مووی باز. اون شب با هم بودین؟ تو و امیر با هم بودین؟ ها؟ خدا لعنتتون کنه، خدا لعنتتون کنه. با صمیمی‌ترین دوستان، بگو دروغه، خواهش میکنم بگو دروغه، خواهش میکنم بگو دروغه. هانده یه چیزی بگو. کورای یواشتر، هیچ میدونی اگه فریها بشنوه چه اتفاقی میفته؟ آخه من با تو چی کار کنم؟ من با اون دوست بیشرفم چی کار کنم؟ با تو چی کار کنم ها؟ من چی کار کنم؟ نابودم کردین. چرا این کار کردین؟ چرا؟ چرا؟ ها؟ چرا؟ میشم. نمیفهمی از دست تو دارم نابود میشم؟ به خودت بیا، میفهمی داری چی کار میکنی؟ تو نابودم کردی. کورای به خودت بیا، این کارا چیه که میکنی؟ تو هم اینو خیلی خوب میدونی که همه اینا به خاطر توه. از دست دارم دیوونه میشم. کورای تو چی کار کردی؟ امیر، امیر بودو بیا. کورای تو چی کار کردی؟ کورای با تو هم حالت خوبه؟ کورای چی شده هانده؟ امیر تو رو خدا یه کاری بکن، حالش خیلی بده. کورای، کورای تو رو خدا چشماتو باز کن. کورای با تو هم یه چیزی بگو جواب. کورای، کورای، کورای. Thank you.
کنن. کنن تو رو خدا جواب بده، میشنوی چی میگم؟ ساقت بیا کنهای، الان میرسیم. هانزه بگو چه اتفاقی افتاده؟ فریها کجا رفت؟ اونم ندیدی؟ جون به لبم کردی، یه چیزی بگو. من تو این حال باید به فریها فکر کنم؟ خب من چه میدونم؟ شاید خانم رفته تو جنگل برای خودش بکرده. الانه که دیوونه بشم جواب نمیده. کرای تو رو خدا چشماتو باز کن. کرای چیه؟ فریها تو کجایی؟ همه چیو میدونم، من همه چیو میدونم. چیو میدونی فریها؟ چرا این کارو کردی؟ ببین کرای خودشو داغون کرده. دیگه نمیخوام ببینمت، خدا لعنتت کنه. یعنی چی؟ هانزه باز با فریها چی کار کردی؟ حرف بزن دیگه. هانزه تو خونه چه اتفاقی افتاد؟ کرای چه شد؟ من از کجا بدونم؟ من فریها رو ندیدم. کرای طاقت بیار، امیر تونتر برو، خون ریزی شدیده، داره میمیره. امیر یه کاری بکن. چطوره؟ خوبه؟ کرای زنده است یا نه؟ داریم بهش خون تزریق میکنم، رگش بریده شده، خیلی به موقع آوردینش. دکتر نظرتون چیه که منتقلش کنیم به یه بیمارستان تو استانبول؟ میگم هلیکوپتر امداد بفرستن. نیازی به هلیکوپتر امداد نیست، چون من الان نمیتونم اجازه بدم که منتقلش کنیم. نگران نباشین، انشالله خوب میشه. امیر تو رو خدا بیا کرای از اینجا ببر. هانزه آروم باش، تو رو خدا بذارین ببینمش، خواهش میکنم. ببرشون تو. با من بیایید. فقط یه نفر میتونه بره تو. امیر تو رو خدا بذار من برم پیشش، خواهش میکنم امیر. باشه تو برو.
کرای، خواهش میکنم خوب شو. بذار خودم رو ببخشم. تو رو خدا خوب شو. معذرت میخوام. فریه تو رو خدا جواب بده دیگه. مشترک مورد نظر در حال حاضر در دفتر. لعنتی، امیر چی شده؟ فریها کجاست؟ میگفت همه چیو میدونم، همه چیو میدونم. چیو میدونه ها؟ چیو میدونه؟ کرای تو اون اتاق داره میمیره، ولی تو به فکر اون دختری؟ خب سرشو انداخته پایین و رفته، تعادل روحی نداره. تو الان هیچیو نمیفهمی، یک کمی به فکر کرای باش، داره میمیره، میفهمی؟ زهرا. ها. زنگ بزن به فریها بگو میریم دنبالش. خیلی خوب میریم، ولی الان که خیلی زوده. بعدم میرم یه سر بهشون میزنم. مامان من رفتم. پسرم صبر کن، کجا میری؟ هنوز صبحونه نخوردی؟ تو مغازه یه چیزی میخورم. خیلی خوب پسرم، موفق باشی. برو به سلامت. به سلامت. محمد پسرم، حتما یه چیزی بخوری. باشه. شب که اومدم باهات حرف دارم. فریها اومدی دخترم؟ خب فریها. چیه؟ رومیسا خانم حالش چطور بود؟ دخترم برو دست و صورتتو بشور، بیا صبونه بخوری. بابا من صبونه خوردم، میخوام بخوابم. آره رضا، رومیسا خانم نمیذاره گرسنه پاشه بیاد خونه. میرم واسه یه چایی بریزم. زهرا. ها؟ میتونم یه چیزی بهت بگم؟ چی؟ این دختره انگار حالش خوب نیست. برو ببین چشه. باشه الان میرم پیشش. چی شده؟ تو کجا رفتی؟ ها؟ ببینم اون پسره اذیتت کرده؟ ببینم اتفاقی برات افتاده؟ تو رو خدا دخترم یه چیزی بگو. مامان کار خیلی بدی کرد. چی کار کرد؟ وای خدا، چرا بهم نمیگی چی شده؟ چی کارت کرد؟ همه چی تموم شد. تو رو خدا دخترم یه چیزی بگو، دیوونم کردی؟ بگو ببینم چی کارت کرد. بهم خیانت کرد. با
هانده به هم خیانت کرد. وای دخترم، میدونستم که آخرش اینطوری میشه. قربونت برم، تو خودتو ناراحت نکن. خوب شد که زود فهمیدی. عزیزم خودتو ناراحت نکن. حالش چطوره؟ فشارش هنوز بالاست، ولی ضربانش داره نرمال میشه. باید یکم دیگه صبر کنید. خوب تازه به هوش اومده، ولی هنوز گیجه. مقدار زیادی خون از دست داده. چند روز طول میکشه تا کاملا خوب بشه. خوب میتونیم با خودمون ببریمش؟ بذارین یکمی حالش بهتر بشه، اون وقت مرخصش میکنیم. ممنون. امیدوارم زود خوب بشه. امیر، امیر بیا کورایا از اینجا ببری، خواهش میکنم. اول صبحی اینقدر تو خودتی؟ صبح خیر سحر، حالت چطوره؟ محمد نیومدم اینجا صحبت کنیم. داداش خلیل نیست؟ نه، رفته شهرستان. واقعا؟ خب راستش میخواستم بگم، میشه این پولو خورد کنی؟ نه، پولو خورد ندارم. باشه سحر. نه، میگم نشد صحبت کنی. یه اتفاقاتی افتاد، ولی همیشه به فکرتم. ولی اینجوری به نظر نمیاد. ببین، من نه آدم خیلی احساساتی هستم و نه از این مسائل سر در میارم، ولی دوست دارم اینو بدونی که بهت فکر میکنم. به من فکر میکنی؟ باور کنم؟ باور کن. پس تو هم یکم یاد بگیر. چیو؟ خودت گفتی آدم احساساتی نیستی و از این مسائل سر در نمیاری. میگم برو یاد بگیر بعد بیا. دیوونم نکن دختر جون. آقا فیاض انشالله خدا شفاتون بده. ببین چی میگم، به این پسر زیاد نزدیک نشو، وگرنه بد جوری حالشو میگیره. چی کار میکنی؟ ببینم تو جرأت داری بهش بگی دست از سر دوست دخترم بردار؟ تو هیچ کاری نمیتونی بکنی. تا وقتی که اون حلقه تو دستته هیچ کاری نمیتونی بکنی. شب با هم صحبت میکنیم. من یه سر میرم مغازه. خیلی خوب، برو برو ببین ویسل داره چی کار میکنه. خب خداحافظ. به سلامت. خداحافظ. عزیزم فلش کن. خیلی خوب فلش کن دیگه. خیلی خوب آروم باش عزیزم، قربونت برم. گریه کن، گریه کن عزیزم، گریه کن و خودتو خالی کن دخترم. گریه کن تا سبوک بشی. فریها تموم شد دیگه، همه چی تموم شده عزیز دلم. دخترم دیگه دروغی در کار نیست، دیگه دروغی در کار نیست. فقط من نیستم که دروغگوام. همه چی خیلی خوب بود. یادته میگفتم من یه داستان نوشتم و این داستان برام واقعی به نظر میرسید.
احساس میکردم همه چی واقعیه و من به اون تعلق دارم. خیلی خوشحال بودم، فکر میکردم میتونیم دروغ رو فراموش کنیم، فکر میکردم میتونیم مامان. اونی که باید کمکت میکرد از این دروغا خلاص شی، خودش دروغگو از آب در اومد. دخترم، فکر میکردی راحته که سعی کنی یکی دیگه باشی؟ فکر کردی راحته که سعی کنی تو دنیای دیگران زندگی کنی؟ منو ببخش. کاش میدونستم که واقعا کیو میخوام. خیلی ببخشید. دنبال فریحا خانم میگردین؟ بله. نیستن، رفتن بیرون. رفتن بیرون؟ بله. ای بابا، خب میدونین کی برمیگردن؟ نمیدونم، من خبر ندارم. شما سرایدارشون هستین؟ میشه ازتون خواهش کنم اینو بدین بهش؟ کیف اونه. خیلی ممنون، روز خوش.
مامان معذرت میخوام. هیچی نگو دیگه، هیچی نگو، تموم شد و رفت. نگران نباش عزیزم، دکترو گفتن که جانسو کاملا حالش خوبه، هیچ مشکلی نیست، فقط یه حمله عصبی بوده. یه لحظه جانسو، پلین میخواد باهات صحبت کنه. عزیزم الان نمیتونه حرف بزنه، خیلی خسته است، ولی ما دیگه داریم برمیگردیم خونه، میبینمت. خدافظ، میبوسمت. سرم گیج میره. شنیدی که دکتر چی گفت؟ به خاطر دارو هست. جانسو، تا وقتی بدنت به داروها عادت کنه ممکنه کمی اذیت بشی. وقتی من اذیت میشم تو هم لذت میبری نه؟ بالاخره به آرزوت رسیدی. دارم دارو مصرف میکنم. من که بهت دارو ندادم، دکتر داده. چی بگم دیگه؟ حتی دکتران به نفع تو کار میکنن. آقا ویسل، قرارمون این نبود، باید 50 لیره دیگه هم بدیم. آخه برادر من، ما هم پولمونو کامل نگرفتیم. ویسل، پول بچه ها رو بهشون کامل بده. داداش، مگه ما خودمون پولو کامل گرفتیم؟ بگیرش، خیرشو ببینی. ممنون. ولی داداش اینجوری که نمیشه، تو اگه به حرف اینا گوش بدی اون وقت دیگه پولی برای خودمون باقی نمیمونه. هر چی گفتی باید بهش عمل کنی. دفعه بعدی تو هم قیمتی رو بهشون بگو که میتونیم پرداخت کنیم. خیلی خوب باشه، تو سهمتو بردارو، بقیه یه پولا رو بده ببرم بانک، قسط اول وامو بدم. بفرما، همش اینجاست. ارائه شده توسط رسانه اینترنتی مووی باز. من میرم بانک رو برمیگردم. بالاخره بیدار شدی، خیلی ما رو ترسوندی. سوپ میخوای برات بیارم؟ نمیخوام. بذار کمکت کنم. به من دست نزن. شما من آوردین اینجا؟ آره. کورای، کجا میری؟ اگه چیزی میخوای به من بگو. میخوام برم. کجا میخوای بری؟ یه حسابی هست که باید با امیر تصفیه بشه. کورایی بگیر بخواب، بخواب، حالت هنوز خوب نشده. تا وقتی که حالت خوب نشده همینجا میمونی. خیلی خوب، میرم سوپ بیارم.
اگه چیزی خواستی صدام کن، از جد بلند نشو. سلام آقا امیر، خوش اومدی. امیر اومدی؟ کرای بالانس؟ میدونی خوابیده، یعنی تازه خوابش برده، بهتر مزاحمش نشیم. خب بیا بریم بشینیم. بیا. چیزی میخوای؟ کرای چرا این کارو کرد؟ نمیدونم، یهو سر خورد افتاد رو میز، رو دستش. من حتی نمیخوام دربارش فکر کنم، وقتی حالش خوب شد میفهمی. خب فریها چی گفت؟ فریها هیچی نگفت و گذاشت و رفت. کارایم که این بلا سرش اومد. هانده، اون روز یه اتفاقی افتاده. و منم بالاخره میفهمم که چی شده. عصبی به هم دست داد ولی الان خوبم. ببخشید عزیزم، ولی معلوم بود اینطوری میشی، خیلی به خودت فشار میاری، همش استرس داری. خب الان دیگه به هم دارو دادن و از این به بعد دیگه استرسی در کار نیست. داروها رو بیخیال، همین که دوباره بریم باشگاه حالت خوب میشه. میگم لارا، موبایلت همراهته؟ باید یه سر برم فیسبوک. جانسو، میدونم که اینترنت رو برات ممنوع کردن. وقتی می اومدم مامانم تلفنم رو ازم گرفت. وای خدا، اینترنت ممنوعه، امیر صرف اغلو ممنوعه، یهو برم بمیرم دیگه. اول در بزن بعد بیا تو. خلیل تو رو تو دانشگاه با یکی دیده، اون کیه؟ هیچ کس. ببین یه بار دیگه ازت میپرسم و مثل آدم جواب بده. گفتم کیه؟ محمد. گفتم که کسی نیست. ببین مثل آدم برو دانشگاه و برگرد، منم تو درد سر ننداز. اگه من یکی رو دوست داشته باشم تو درد سر میفتی؟ نه، برو تو بغل شکستم بندازن تو مجله، بعدشم بیا از من بپرس چیکار کنم، منم بیام نصیحتت کنم. همینو میخوای؟ محمد برو پیکارت، کسی نیست، نگران نباش، تو درد سر نمیافتی. دیگه هیچ کسی نیست. 2000 لیره بچه های عمر بالاخره بده ایمونو میدن. بیاداب، خجالتم نمیکشه، تازه اخم و تخمم میکنه. چرا ساکت باشم مامان؟ بابا 70000 لیره رو چطوری میخوایم پرداخت کنیم؟ کم پولی نیست. فعلا واسه همینه، به امید خدا اگه کارمون بگیره همه چی حل میشه. فکر میکنین اون آدم ها چقدر میتونن سب کنن؟ خدایا خداوندا، خودت به هم صبر بده. رضا، من این هفته هم به اون ویلا هم به اون قایق برای نظافت میرم.
اون پولا رو هم بذاریم روش میشه یه کاریش کرد. یه جای مناسب. خب تو به هم چی گفتی؟ یه بار دیگه بگو ببینم. وای کم کم داری یاد میگیری. آره خب میشه گفت قانون عاشقی همینه.